گفت مموتی عمتی چقدی بو میدی؟ بعد من پرسیدم گفتم چی میگه این؟ گفتن یعنی محمود زودتر یارانه ها رو هدفمند کن. خب این خیلی دردآوره، قدری در خصوص تأثیرات اجرای این قانون بر شکوفایی اقتصاد کشور بفرمایید. تأثیرات که واقعا کلانه، من میخوام بگم اصلا در صد این حتی این گفتگو هم نیست. آقا بذارید ملت ایران زندگیشون رو بکنن. خب ما میتونیم، اجازه بدید شما یه خود صرفه‌جویی بکن، همینجوری دهک دهک شکوفا میشه. حالا اصلا شما این پولا رو بذار کنار، بابا ما با همین چمن استادیوم آزادی میتونیم یه خاورمیانه رو قرمه سبزی بدیم. ما میتونیم. همین آیت الله حائری پارسال تو تلویزیون من دیدم، تو همین تلویزیون با یه استکان آب وضو گرفت، صرفه‌جویی کرد. بعد حذف یارانه ها من شنیدم طرف با یه توف دوش میگیره. خب توجه بفرمایید، گفت طرف اومده همراه دولته، همراه این طرح. تشکر میکنم اینجا تلاشی که این عزیزان میکنن. ولی تو چه توصیه داری برای استفاده از این پول؟ ببین من حساب دو تا چهار تا رو دارم میکنم و شما حسابشو بکن. ما 40,000 تومان تو حساب هر خانواده چهار نفری ریختیم. 4 تا 40,000 تومان میکنه چقدر؟ 700,000 تومان. حالا 4 دهک ملت رو بهش اضافه کن، مادادش هم بیار، میشه 4,000,000 تومان. اون 60% هم که دولت حساب میکنه رو بهش بگو، میکنه 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون تومن. بابا بذارید ملت راحت باشن. من یه بچه رو دیدم، اجازه بفرمایید شما، من یه بچه رو دیدم تو سفرهای استانی داشت آب جوش میریخت تو باغچه‌اش. گفتم چرا آب جوش میریزی؟ گفت چون چایی کاشتم. حالا انشالله چاییش هم در بیاد، ما با هم یه چایی قنپهلو